روند تحولات جمعیتی ایران حالا تو 30 سال اخیر نشون میده که رشد جمعیت ایران از یک رقم خیلی بالای 3.4% که در سال 1365 بوده به تدریج کاهش پیدا کرده. در آخرین سرشماری سال 1395 رشد جمعیت کشور رسیده به 1.24. آمارای جدید هم که حالا آمارگیری نشده ولی آمارای ولادت و مرگ و میر نشون میده که رشد جمعیت ایران به زیر 1 رسیده. این روند کاهش رشد جمعیت ایران عمدتاً ناشی از کاهش باروری هست که در سال 1365 میانگین باروری کل در ایران 6.7 فرزند بود که در سال حال حاضر حدود 1.7 بعضی مواقع 1.8 نفر 1.8 فرزند رسیده. پس یعنی تحول اساسی که در جمعیت ایران اتفاق افتاده کاهش نرخ باروری هست که باعث شده که نرخ باروری در ایران کاهش پیدا کنه. البته این روند منحصر به ایران نیست، خیلی از کشورهای توسعه یافته هم این مسیر رو طی 50 سال قبل 60 سال قبل سپری کردن و کشورهای آسیای جنوب شرقی هم این مسیر رو در سالهای شاید مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش تجربه کردن. کشور ژاپن 30 سال پیش، کشور کره 20 سال پیش، خیلی از کشورها این مسیر رو سپری کردن و ایران هم در همین مسیر قرار گرفته. علت کاهش باروری هم رو هم استناد میکنن به کاهش به افزایش سواد و تحصیلات، شهرنشینی و به طور کلی شاخص های توسعه تو هر کشوری که افزایش پیدا میکنه نرخ باروری در اون کشور کاهش پیدا میکنه، در کشور ایران هم کم شده. خب حالا اینو چرا به عنوان یه مسئله تلقی میکنیم؟ این به خاطر اینه که رشد وقتی باروری کم میشه رشد جمعیت هم کاهش پیدا میکنه و این کاهش رشد جمعیت باعث میشه که به قول معروف نمیشه ترمزش رو نگه داشت که مثل یه ماشینی که ترمزش رو نگه داریم بگیم خیلی خب در همین حد مثلا 1% در سال باقی بمونه، باقی نمیمونه و به تدریج به همراه کاهش باروری رشد هم کم میشه و یه زمانی این رشد جمعیت به 0 میرسه و بعد منفی میشه و رشد جمعیت منفی باعث میشه که جمعیت در دراز مدت از بین بره. در ایران هم ما پیشبینیامون نشون میده که رشد جمعیت ما در سال حدود حال سال 1420 شاید یا 25 به رشد 0 برسه و از اون به بعد منفی بشه و این نگرانی هست که جمعیت ایران در سالهای آینده به سمت سالخوردگی بره، باروری کم بشه و جمعیت از جوانی جمعیت کاسته بشه. این عمده‌ترین نگرانی که در جامعه ما وجود داره. ما الان اگر جمعیت ایران رو از نظر جمعیتی در نظر بگیریم، حالا در همون دهه 8 بالاترین سهم جمعیت جوان رو ما داشتیم. تو جمعیت شناسی جمعیت زیر 15 ساله بهش میگن جمعیت جوان. خب در سال 1965 46% از جمعیت ایران جوان بود، در صورتی که در حال حاضر 23% جمعیت ما جوان، یعنی زیر 15 ساله. در اون تاریخ 3% سال خورده بود، الان بالای 8-9% سال خورده هستش. خب در اون موقع 50% 51-52% جمعیت فعال اقتصادی ماده فعال بودن از نظر سنی، در صورتی که در حال حاضر نزدیک 70%. خب یعنی در اون مقطع جمعیت ما خیلی جوان بود، در حال حاضر جمعیت ما جمعیت میانسال هست و یه اصطلاحی رو ما در جمعیت شناسی به کار می‌بریم به نام پنجره جمعیتی که ما در حال حاضر در پنجره جمعیتی قرار داریم. پنجره جمعیتی یعنی چی؟ یعنی هر کشوری که بیش از 2/3 جمعیتش تو سنین 15 تا 64 سال قرار داشته باشن اون جمعیت میگیم جمعیت در پنجره جمعیتی قرار داره. علتی هم که کلمه پنجره رو به کار میبرن، حالا اقتصاددانا کلمه فرصت جمعیتی یا فرصت طلایی جمعیتی به کار میبرن به خاطر این که همه کشورهایی که به این مرحله از فاز جمعیتی رسیدن به شکوفایی اقتصادی رسیدن به خاطر اینکه بالاترین سهم جمعیتشون در سن فعالیت بوده. در حال حاضر جمعیت ایران بالاترین سهم جمعیت فعال حتی تو دنیا داره، ولی در دراز مدت این جمعیت فعال میرن به سمت سالخوردگی و جمعیت به سمت سالخوردگی میره. معمولا جامعه ای که بیش از 7% جمعیتش سال خورده باشن میگن مرحله اول سال خوردگی جمعیت، بین 7 تا 14% سال خورده باشن میگن مرحله دوم سال خوردگی جمعیت، بیش از
بین 7 تا 14 مرحله اوله، بین 14 تا 21 مرحله دومه و بیش از 21% مرحله سومه سالخوردگی جمعیتی که در حال حاضر بسیار از کشورهای اروپایی و ژاپن تو مرحله سوم سالخوردگی جمعیت هستن. ایران تقریبا یه چند سالی وارد مرحله اول شده، ولی به مرور به سمت مرحله دوم و بعد از 30 سال به مرحله سوم خواهد رسید. نگرانی هایی مطرح میشه در خصوص پدیده انفجار جمعیت ساختمان‌ها. من می‌خوام بدونم که با این وجود آیا نیروی کار مثل کشورهای مثل برخی کشورها مثلا مثل ژاپن اتفاقی برای نیروی کار افتاد و از کشورهای دیگر نیروی کار را قبول می‌کردن، به نظرتون با توجه به نگرانی‌هایی که الان وجود داره این امکان وجود داره که در آینده هم ما با این موضوع مواجه بشیم و به خاطر نیروی کار رو از کشورهای دیگر قبول بکنیم؟ ببینید، اینجا ما نمیتونیم وضع کشور خودمون رو با کشور توسعه یافته مقایسه کنیم. ممکن از نظر ساختار جمعیتی به همچین وضعی برسیم مثلا بعد از 30 سال دیگه، ولی اون مال زمانی هست که نیروی کار در جامعه در حد اکثر ازش استفاده بشه. ما وقتی که تعداد زیادی جوان بیکار داریم، در حال حاضر 4 میلیون بکنم داشته تعداد بیکاران ما با هستن، به همراه اینی که جمعیت واقع در سن فعالیت ما کم میشه، نه 70% به مرور کم میشه، میشه مثلا 68%، بعد میشه 65%، همینجور به مرور کم میشه، جمعیت فعال کم میشه، بیشترش بیکارا کم خواهند شد. اگر ما وضعیت اقتصادی مناسبی داشته باشیم و بتونیم افراد رو سر کار بفرستیم و اشتغال، یعنی هدف ما اینه که اشتغال تام داشته باشیم، حالا فارغ از بحث‌های جمعیتی، یکی از دغدغه‌های ما بحث اشتغال تام در جامعه که این افراد بتونن اشتغال تام داشته باشن. ولی یعنی در آینده اولا این به این صورت نیست که حالا شما بحث کلمه انفجار سالمندی رو به کار بردین. انفجار سالمندی هم حتی اگر جمعیت هم سالمند بشه، عرض کردم 25% میشه سالمند در یک کشور، خب 22-23% هم میشن بچه، خب ما بقیش چی میشن؟ 55% ما هنوز جمعیت فعال داریم. اینطور نیست که بگیم وارونه میشه که 55% سالمند خواهند شد. ما 55% جمعیت فعال داریم و این جمعیت فعالمون اگه و در 30 سال آینده هم که جمعیت ما 25% سالمند باشه، 55%ش هنوز فعال هستن و ما اگر هم نگرانی هستیم ممکنه نگران جایگزینی رشد جمعیت باشیم، ولی از نظر اقتصادی من بعید میدونم که نگرانی برای ما ایجاد بشه، برای اینکه همین جمعیتی هم که الان داریم، همین جمعیت فعال 70% که نتونستیم ما براشون اشتغال ایجاد کنیم، حتی اونهایی هم که اشتغال دارن شاید 70%شون در اشتغال کاذب به سر میبرن و یکی از دلایل این بحث تورم و بحث گرانی و اینا همه ناشی از فزونی جمعیت شاغل در بخش غیر رسمیه، یعنی همه در دلالی واسطه گری. که ما در آینده با بحث کاهش جمعیت و بحث افزایش سالخوردگی مواجه خواهیم بود و این رو شما تایید میکنید و آیا اصلا چنین نگرانی واقعا وجود داره؟ بله، این چنین نگرانی وجود داره، ولی من بحثم، ببینید من یه متخصص هستم جمعیتی، من آمار ارقام رو فقط با عدد نمیبینم. ما در اصل این آمار رو باید وقتی که مسئله رو مطرح میکنیم، خیلی از مسئولین مرتب، هر شما خبرگزاری ها، رادیو، تلویزیون، هر روزنامه، هر چه رو نگاه میکنیم با مصیبت هایی که جمعیت اعلام میشه بلند میشه، مثل اینکه یه کسی بیمار، شما بریم بالا سرش بگید وای تو داری میمیری. خب بنابراین ما باید راهکار ارائه بدیم، یعنی ما باید بگیم، راهکار خالی هم فایده نداره، باید بگیم علت مسئله رو ریشه یابی کنیم که چرا اینطوری شده و چطور میتونیم راهکار ارائه بدیم. فقط به صرف اینکه بگیم جمعیت رو به کاهش، جمعیت داره از جوانیش کاسته میشه، انفجار، لغتای با بازی با الفاظ، نمیدونم انفجار سالخوردگی جمعیت، نمیدونم جنگ جهانی جمعیت، اینا به نظر من راهگشا نیست و بجز اینکه به تشویش اذهان کمک کنه هیچ کار. یعنی شما به جای اینکه اگر یک زوج اگر قراره که ما این مشکل حل کنیم، میبایست باروری و ولادت در ایران زیاد بشه،
خب برای افزایش ولادت شما باید امنیت اجتماعی، امنیت خاطر مردم زیاد کنید، نه اینکه هر روز بیاین هی بزنید مثل پتک تو سر مردم که بابا جمعیت داره اله میشه اله میشه. خب اونم جوونی هم که دچار استرس باشه که نمیتونه درست تصمیم گیری کنه. بحثی که در این قانون جمعیت هست بحث رفاهیه. من خودم شما وقتی هرچی که سطح رفاه جامعه بیشتر باشه و شاخصهای توسعه هم زیادتر میشه دیگه. خیلی از بندهای این قانون جمعیت و تالی خانواده که حالا به عنوان قانون جوانی جمعیت تغییر نام پیدا کرده بیشتر جنبه رفاهی داره و ما در اون زمانی که داشته این بندها حالا 120 بند بود، بعد تبدیل شد به 70 بند، الان به 50 بند تقلیل پیدا کرده، اینها بیشتر جنبه رفاهی داره. ولی اینی که ما ببینیم، من بارها گفتم تو صحبتام عرض کردم که حالا نه فقط این قانون، هر قانونی که تو جامعه ما تصویب میشه خب قطعا قانونی هست که در راستای بهبود وضعیت جامعه هست. به نظر من یک قانون عدمش بهتر از اینی که بد اجرا بشه، چون وقتی یک قانونی بد اجرا میشه از بدبینی ایجاد میکنه و اعتماد مردم به حکومت به دولت مردان کم میشه. در مورد این قانون جمعیت تالی خانواده هم یک انتظارات، یعنی یک آرمانگرایی درش هست که همه فکر میکنن که خب با این اقداماتی که کشورهای مختلف انجام دادن ما بیایم همه رو تجمیع کنیم و همه رو توی کشور خودمون اجرا کنیم که شاید زودتر جواب بده، در صورتی که مشروط به اینکه من بارها عرض کردم تو صحبتام، این منوط به اینه که همه این به صورت بسته سیاستی اجرا بشه، نه اینکه ما بیایم بندهایی که جنبه مالی دارن کنار بذاریم، اونایی که جنبه مالی ندارن که بیشترم جنبه ایزایی دارن اونها رو اجرا کنیم. خب این بدبینی ایجاد میکنه. این اگر همش با هم اجرا بشه یا اینکه پله به پله از دید کارشناسی اونهایی که میدونیم که قابلیت اجرا داره و اثر بخشی بیشتری داره اجرا بشه میتونه کمک کنه. ببینید اجرای این قانون به نظر من اگر خوب اجرا بشه خیلی عالیه، ولی اینکه آیا اگر از من سوال کنن که آیا این جواب میده یا نه، من نمیتونم 100% به طور یقین بگم جواب میده، برای اینکه در اجرا معلوم میشه که مردم چقدر استقبال میکنن.